اسناد منتشر شده در کانال قیام تا سرنگونی ابعاد مختلفی از دخالت‌های سپاه در کنترل مجلس و همینطور چپاول‌های اقتصادی رو برملا کرده. یکی از این زمینه‌ها، زمینه‌های چپاول و دزدی چنگ انداختن هست بر صنعت خودروسازی. همراه هستیم با آقای فربد رضانیا از سوئد تا کمی بیشتر به همین موضوع بپردازیم. سلام می‌کنیم خدمت شما آقای فربد نیا، تشکر می‌کنیم از حضورتون در برنامه. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه بینندگان شما و درود میفرستم به همه کانال در خدمتتون هستم. آقای رضانیا، سپاه که فروش نفت رو البته به صورت غیر قانونی دست گرفته و به کسی هم حساب پس نمیده که گردش مالیش به چه صورته، دیگه خودروسازی رو برای چی میخواد؟ چه منافعی برای سپاه داره که روی اون چنگ انداخته؟ بله، خدمتتون که عرض کنم، یه قسمتش اینه که همینطور که شما اشاره کردید به طور غیرقانونی که البته روال عادی امور در حکومت آخوندی هست، اینا به طور غیرقانونی نفت و میفروشن، به کسی هم حساب پس نمیدن. توی بودجه، لایحه بودجه امسالشون به طور علنی اصلا نوشته بود که سهم به مقدار زیادی از پول نفت باید خرج به سپاه برسه، اگرم که دولت ناتوان باشه در تهیه، در فروش این نفت، در رسوندن پولش به سپاه، باید خود نفت رو اساسا بده به سپاه و اونا خودشون بفروشن، پول خودشون رو درارن و به کسی حساب پس ندن. یعنی تو لایحه بودجهشون هم اساسا بود این، تو بودجه امسالشون. اما نکته اینه که در اثر تحریم ها اینا، یا قسمتش این که در اثر تحریم ها توانایی اینا برای قاچاق نفت و فروش نفت کمه، یعنی علارغم حرص زیادشون و طمع زیادشون، اما دسترسیشون به صرفا فروش نفت و مواد پتروشیمی جواب اینا رو نمیده. از طرف دیگه صنایع خودروسازی بعد از نفت و مشتقات نفتی یا پتروشیمی بزرگترین صنعت کشور هست. در حقیقت یک بازار انحصاری هست صنعت خودروسازی، یه بازار انحصاری هست بدون رقابت، بدون با کیفیت‌های خیلی پایین و سودهای سرشار برای باندهای مافیایی رژیم آخوندی، سودهای بسیار بسیار سرشار برای باندهای آخوندی. اینه که در یک کشور با بیش از 80 میلیون جمعیت که وسیله اصلی ترابری، وسیله اصلی حمل و نقل مسافر و حمل و نقل کالا و اجناس از طریق خودرو انجام میشه، و حالا فکر کنید یه بازاری به این بزرگی رو اینا در انحصار خودشون داشته باشن. و همینطور که گفتم، از دو تا در حقیقت از یک طرف ولع سیری ناپذیر رژیم آخوندی، و از طرف دیگه اینکه درآمدهای نفتی در حقیقت جواب همه خرج‌های اینا رو نمیده، جواب مخارجشون رو برای چیزای برنامه هسته‌ایشون، برای برنامه‌های تروریستیشون و برای دستگاه سرکوبشون نمیده، و اینه که سپاه در حقیقت خیز برداشته برای اینکه با بازار خودرو و صنعت خودروسازی هم همون کاری رو بکنه که با صنعت نفت داره میکنه. بله آقای رضانیا، واضحه که خودروسازی در رژیم کیفیت بسیار نازلی داره، خودروهایی با کیفیت نازل میدن بیرون با قیمتهای 3-4 برابر، ولی باز از یک پدیده ای اسم میبرم به اسم زیان انباشته. لطفا توضیح بدید این زیان انباشته که این صنایع میگن از چه قراره؟ بله، این
در حقیقت باید بهش گفت چپاول انباشته، تا اینکه بهش بگیم زیان انباشته. در اینجا من یک اشاره‌ای بکنم به همین اسناد افشا شده، که تو این اسناد اشاره میکنه این معاون نیروهای مسلح یا رئیس نیروهای مسلح که از به خامنه ای نامه مینویسه، توی این نامش میگه که این صنعت خودروسازی ورشکسته هست، صنعت خودروسازی کیفیت نداره و فاسد هست، دست بانتهای فاسد هست و از این قبیل. حالا منتها نکته اینه که این سند افشا شد، یعنی در حقیقت اینا رو توی اسناد داخلیشون می نویسن، در حالی که این شرکت‌ها با پول مردم ایران میگرده، با سرمایه های مردم ایران میگرده. اینا به عنوان شرکت های مثلا سهامی که توی مثلا بازار بورس هم هستن، تمام اطلاعات سود و زیانشون رو اینا باید در اختیار عموم قرار میدادن، به رسمی که همه بازارهای بورس دنیا غیر از بازار بورس آخوندی، همه بازارهای بورس دنیا، این اصلا قانونشه که شرکتهایی که در بازار بورس هستن باید سودشون، زیانشون، تغییرات در هیئت مدیرشون، تغییرات در قسمت اجرایی، تمام اینا رو باید اینا به طور علنی و آشکار در اختیار نه تنها سهامدارانشون بلکه در اختیار عموم بذارن. حالا این شرکت ها به همون ترتیب که شما گفتید، اینا کاری که میکنن اینه که ماشینایی که با قیمت های با کیفیت های بسیار نازل تولید میکنن، با سود های بسیار بسیار بالا به مردم میفروشن اینا رو توی بازاری که اساسا رقابت وجود نداره، سودهای نجومی خودشونو از این پولا ور میدارن، از این سودها ور میدارن، بعد اون وقت میگن این شرکت ضرر داده. به همین سادگی که بعد میگه شرکت ضرر داده، در حقیقت اینا اون چیزی رو که به عنوان زیان یا زیان انباشته عنوان میکنن، در حقیقت چپاول‌های خودشون رو، چپاولی که میکنن به عنوان زیان اینا مطرح میکنن، سود سهام خودشون و سودای خودشون رو برمیدارن، بعد میگن شرکت ضرر داده. توی یکی از همین چیزاشون گفتن که خود رژیم، دستگاه رژیم میگن که این شرکت ایران خودرو ساعتی 11 میلیارد تومان ساعتی ضرر میده. یعنی اون چیزی که اینا ازش، همینطوری که شما اشاره کردید و بینندگانم همه در جریان هستن، نمیشه که یه ماشینی رو با کیفیت بسیار بسیار نازل تولید کنی، با قیمت بسیار بسیار بالا به مشتری بفروشی، حقوق کارگر رو هم پرداخت نکنی، حقوق کارمند تو هم پرداخت نکنی، در ضمنی که میگی من همینجوری هم دارم زیان پشت زیان میدم. اینا زیان نیست، اینا چپاول بالا کشیدن ثروت‌های مردم ایرانه که اینا توی این صورت حساباش عنوان زیان و زیان انباشته میذارن. و جالب این که به طور دائم هم اینا در حال بیشتر شدن هست و هر شرکت دیگه‌ای که بود در یک بازار آزاد و در یک نظام قانونمند، همچی شرکتی دیگه وجود نمیتونست داشته باشه، باید اعلام ورشکستگی میکرد و تموم میشد میرفت. ولی اینا همینطوری که میبینین الان سالهاست که هر سال اعلام میکنن که زیان دارن و زیان انباشتهشون در حال اضافه شدن هست، همزمانی که قیمت سهامشون هم میخوان ببرن بالا. در حقیقت از دو جا میخورن، یک از سود خود فروش ماشین ها و کار و زحمت کارگران ایرانی میخورن، و از طرف دیگه هم اینا رو از جیب مردم ایران هم به عنوان سرمایه گذاری در سهام و این چیزا میخوان بیرون بکشن. بله، توضیحات بسیار روشنگری بود، تشکر میکنیم و براتون آرزوی موفقیت داریم. من تشکر میکنم، وقت شما بخیر.